مقام های پاکستانی این دو راه سرحدی را شام روز گذشته با مدت نامعلوم دوباره بسته کرده گفتند که تعداد زیادی افغان ها در آن سوی خط سرحدی منتظرند که به آنها اجازه دخول به افغانستان داده شود. در این میان صدها پاکستانی نیز از بندرهای تورخم و سپین بولدک عبور کردند. در روزهای اول 11800 تن داخل افغانستان شده و 492 تن داخل پاکستان شدند و در روز دوم 4800 افغان داخل کشور شده و 350 پاکستانی از کشور خارج شدند. به این ترتیب در طول دو روز 16600 افغان داخل کشور شده و 842 نفر مرز را عبور کرده داخل پاکستان شدند. اما رسانه‌های پاکستانی از قول مقام‌های این کشور می‌گویند در دو روز گذشته تنها از بندر تورخم 24000 افغان وارد کشورشان شدند. در این حال محمد علی داوری کمیسر بندر سپین بولدک در دو روزی که گذشت از راه سپین بولدک حدود 15000 افغان داخل کشور شدند. افغانانی که داخل کشور شده می‌گویند پلیس پاکستان پول و وسایلشان را گرفته و شماری از افغان‌ها را بازداشت کردند. پلیس پاکستان ما را خیلی آزار و اذیت کرد. پولهای ما را گرفت و حتی برخی افغانها را لت و کوب کردند. تا هنوز مشخص نیست که پاکستان چی زمانی راه را برای رفت آمد و مردم و وسایل باز میکند، ولی رسانه‌های پاکستانی دیروز از قول جنرال متقاعد عبدالقادر وزیر مرکزی در امور سرحدی پاکستان خبر دادند که آنها با مقام‌های افغان مصروف گفتگوند تا راه‌های سرحدی بین دو کشور را برای دو روز دیگر باز نگه دارند.